سلام، من علیرضا هستم و توی این ویدیو با هم میخوام ببینیم که ماجرای مک‌های جدید اپل با اپل سیلیکون از چه قراره. پس با ادامه این ویدیو با من همراه باشید. اپل توی مراسم امسال توسعه دهندگان خودش اعلام کرد که یک مهاجرت بزرگ برای مک‌ها در نظر داره و به زودی قرار مک‌ها رو با اپل سیلیکون عرضه کنه. اپل سیلیکون در واقع سی پی‌ای خود اپل بر پایه معماری آرم هستش که تا به امروز توی آیفون ها آیپد ها اونا رو دیدیم و حالا از این بعد قراره توی مک ها هم اونا رو ببینیم. این مهاجرت برای اپل خیلی بزرگه و قطعا سوالات زیادی رو ایجاد کرده. توی این ویدیو من میخوام به این سوال ها جواب بدم. این اولین مهاجرت مک نیست و اپل پیش از این 3 مهاجرت دیگر رو برای مک در نظر داشته و همه اونها رو با موفقیت پشت سر گذاشته. پس تا مقدار زیادی آماده است برای این مهاجرت. اولین مهاجرت بزرگ مک مهاجرت از پردازشگرهای 68K به پاور پی سی بود. نتیجه این مهاجرت اولین مک های مبتنی بر پاور پی سی در سال 1994 بود. دومین مهاجرت بزرگ مک مهاجرت به مک OS 10 به حساب میاد. مک OSی که تا امروز اون رو میشناسیم. این مهاجرت از نظر نرم افزاری بود و فریم ورک های جدیدی رو در اختیار توسعه دهنده قرار داده بود و دنیای مک رو به طور کلی متحول کرد. مهاجرت سوم که در سال 2005 اتفاق افتاد، مهاجرت از پردازشگرهای پاور پی سی به اینتل بود. ما تا همین امروز از مک های مبتنی بر سی پی یو های اینتل استفاده می‌کنیم و در واقع مک های امروزیمون حاصل مهاجرت در سال 2005 بودن. اپل هم سابقه زیادی با سی پی یو های آرم داره. اولین تجربه اپل با سی پی یو آرم توی محصول نیوتن خودش بود. بعد از اون رو با آیفون ها آورد، با آیپد ها آورد، با اپل واچ آورد، توی ایرپاد گذاشت. و در واقع هر محصول غیر مک اپل امروز یه پردازشگر آرمی که خود اپل اون رو ساخته رو توی خودش داره. پردازشگرهای سری A اپل در واقع سال 2010 با اولین آیپد معرفی شدن. اولین آیپد پردازشگر A4 اپل رو داشت که این اولین تجربه اپل توی ساخت پردازشگر خودش بود. خب اپل یه برنامه زمانی برای این مهاجرت به اپل سیلیکون هم در نظر گرفته. اپل در واقع گفته که اولین مک خودش که مبتنی بر اپل سیلیکون هست رو تا پایان امسال در واقع سال میلادی عرضه میکنه و در نظر داره که تا 2 سال آینده در واقع تا جون 2022 این مهاجرت به طور کامل انجام شده باشه و تمام محصولات مک با اپل سیلیکون عرضه شده باشن. همینطور تیم کوک روی استیج گفتش که ما هنوز اینتل رو به طور کامل کنار نذاشتیم و انتظار محصولات جدید مک مبتنی بر اینتل هم داشته باشید، که حالا باید ببینیم اپل چه محصولی رو با پردازشگر اینتل در نظر گرفته. ولی خب الان همه هیجان دارن که ببینن مک هایی که با اپل سیلیکون عرضه میشن چطورین و چه پرفورمنسی رو در اختیار کاربر قرار میدن. اما چرا اپل تصمیم گرفت که این مهاجرت رو انجام بده؟ جوابش خیلی ساده است. جوابی که خودشون دادن اینه که محصولات بهتری تولید کنن. در واقع اپل میخواد که عملکرد بالایی دستگاهش داشته باشه و این رو با یه چیزی به اسم پرفورمنس پر وات میسنجه. در واقع میاد میبینه که عملکردی که داره به ازای هر وات مصرفی میگیره چقدره و آیا میارزه که انقدر باتری مثلا براش مصرف کنه یا نه. اپل میگه که با یه پردازشگر خود اپل میتونه عملکرد مشابه سی پی آی اینتل رو با مصرف خیلی کمتری داشته باشه و این به اپل این اجازه رو میده که عملکرد رو خیلی ببره بالا و بتونه مصرف رو به حد سی پی آی امروزی اینتل برسونه. در واقع این دلیلی که اپل آورد، پرفورمنس پر وات، دلیلی بود که سال 2005 از پردازشگرهای پاور پی سی به اینتل مهاجرت کرد. اپل تونست آی مک رو با پردازشگرهای G3, G4 و G5 به بازار عرضه کنه، پاور مک رو با پردازشگرهای G3, G4 و G5 عرضه کنه، ولی نوت بوک‌های خودش رو تنها تونست با پردازشگرهای G3 و G4 عرضه کنه. و ما هیچ وقت شاهد یه نوت بوک اپل با پردازشگر پاور پی سی G5 نبودیم. شاید بپرسید که چرا؟ جواب اپل دوباره پرفورمنس پر وات بود. اونا نمیتونستن میزان گرمای G5 و مصرف باتری اون رو به حدی که خودشون می‌خواستن برسونن. پس هیچ وقت نتونستن یه نوت بوک با پاور پی سی G5 رو راهی بازار کنن. اما وقتی که اون سال به مسیر محصولات آینده اینتل نگاه کردن، دیدن که میتونن از اینتل چیپ‌های رو بخرن که این اجازه رو بهشون میده محصولاتی که اون زمان دوست داشتن رو تولید کنن. و عین این کارو امسال هم دارن انجام میدن. اپل سیلیکون به اپل اجازه میده که ویژگی‌های خاصی رو به مک ها بیاره. اپل میتونه مک ها رو خیلی امن‌تر کنه. آیفون ها ویژگی‌های امنیتی زیادی تا به امروز داشتن، مثل تاچ آی دی و فیس آی دی. ما شاهد تاچ آی دی توی مک ها بودیم، اما این به کمک پردازشگر کمکی در کنار پردازشگر اینتل به اسم های T1 یا T2 انجام میشد و اپل مجبور بود که یک پردازشگر کمکی تولید کنه تا بتونه این قابلیت ها رو توی مک های خودش بذاره. با وجود اپل سیلیکون دیگه نیازی نداره به این پردازشگرهای کمکی و میتونه تمام این ویژگی ها رو توی خود SoC قرار بده. خب تا الان فهمیدیم که اپل سیلیکون این اجازه رو به اپل میده که ویژگی های امنیتی جدیدی رو به مک بیاره، عملکرد رو ببره بالا و عمر باتری مک بوک ها رو بیشتر کنه. چیز دیگه که اپل سیلیکون به مک ها اضافه میکنه نیورال انجینیه که توی چند نسل اخیر سی پی آی سری ای اپل شاهدش بودیم. این کمک میکنه که عملکرد کارهایی مثل ماشین لرنینگ خیلی سریعتر توی مک انجام بشه و ما شاهد همچین چیزهایی توی آیفون و آیپد توی چند سال اخیر بودیم. پردازشگرهای اپل سیلیکون احتمالاً خیلی کارهای زیادی خواهند کرد که ما هنوز ازشون اطلاع نداریم. اپل احتمالاً به مرور این قابلیت هایی که اپل سیلیکون به مک اضافه میکنه رو به ما معرفی خواهد کرد، ولی
اینو بدونید که قطعا ویژگی های بیشتری اپل میتونه برای مک های خودش در نظر بگیره که در زمانی که از پردازشگرهای اینتل استفاده میکرد نمیتونست. در نهایت اپل از بند اینتل آزاد میشه. تا امروز باید منتظر اینتل میمون تا اینتل سی پی یو ها رو بهش برسونه. ممکن بود اینتل با تاخیر برسونه، کما اینکه سالهای 2016 2017 2018 اینتل با تاخیر به اپل پردازشگر میرسوند و در واقع اپل مجبور میشد که عرضه محصولات خودش رو به تاخیر بندازه، ندونه که میتونه یه محصول جدید تولید کنه، در صورتی که آیفون ها و آیپد های خودش رو که خودش مسئول تولید پردازشگرش بود میدونست که من در این تاریخ میتونم یه پردازشگر تولید کنم، روش محصول بدم و اونو راهی بازار کنم. حالا مک ها این قابلیت رو دارن که اپل بدونه چه تاریخی میتونه یه نسخه جدید یه مکی رو راهی بازار کنه و دیگه منتظر چیزی مثل اینتل نباشه و در واقع کاملا در اختیار خود اپل قرار میگیره. یه سوال دیگه هم که میپرسن اینه که چرا اپل تصمیم گرفته یه معماری که برای موبایل ها بوده رو توی مک های خودش استفاده کنه. درسته که آرم توی موبایل ها عملکرد فوق العاده ای داره، ولی میتونه توسعه داده بشه و توی هر کامپیوتری استفاده بشه. یه خبری که تو همین هفته منتشر شد، سوپر کامپیوتر فوگاکو توی ژاپن الان سریعترین کامپیوتر جهان شده و پردازشگر اون بر اساس معماری آرم هست، پس میتونن سریع باشن و توی مک ها هم استفاده بشن. اما بزرگترین سوالی که پرسیده میشه در مورد سازگاری اپلیکیشن ها با مک های مبتنی بر اپل سیلیکون هست که آیا اپ های من کار خواهند کرد، نسخه قدیمی چی میشه و چه بله سر اونها میاد. اپل سیلیکون بر پایه آرم 64 تولید شده و سی پی آی اینتل بر پایه x86 x64 بودن و هستن. این دوتا با هم فرق دارن و اپلیکیشن هایی که برای مک های اینتلی توسعه داده شدن آرم رو نمیفهمن. اما اپل برای حل این مشکل دوتا برنامه در نظر داره، روزتای 2 و یونیورسال 2. روزتای 2 میاد تمام اپلیکیشن هایی که برای مک های اینتلی توسعه داده شده بودن رو بدون دخالت برنامه نویسشون برای مک های اپل سیلیکون ترجمه میکنه و اونها رو روی اون دستگاه قابل استفاده میکنه. قطعا برای تمام اپلیکیشن ها کار نخواهد کرد، ولی برای استفاده نرمال قطعا کافیه. روزتای 2 دوتا محدودیت هم داره، یکی اینکه نمیتونه کرنل اکستنشن ها رو ترجمه کنه، دو هم نمیتونه نرم افزارهای شبیه ساز ماشین مجازی سیستم عامل های x86 x64 رو ترجمه کنه، چیزی مثل اجرا کردن ویندوز. روزتای 2 این ترجمه رو حین نصب اپلیکیشن از طریق مک‌اس پکیج یا مک اپ استور انجام میده. اگر اپلیکیشنتون فایل نصبی نداشت، هین اولین اجرای خودش این ترجمه رو انجام میده و از اون بعد اپلیکیشن میتونه روی مک مبتنی بر اپل سیلیکونتون اجرا بشه. مورد بعدی یونیورسال 2 هست. یونیورسال 2 این امکانو به برنامه‌نویسا میدن که یه خروجی از اپلیکیشنشون بگیره و مک اس خودش متوجه میشه که کد نیتیو مربوط به سی پی آی اینتل یا اپل سیلیکون رو اجرا کنه. اینطوری شما یه اپلیکیشن دارید و میتونه به صورت نیتیو روی هر دو پلتفرم، هم اپل سیلیکون و هم اینتل اجرا بشه. اپل میگه گرفتن خروجی یونیورسال 2 به سادگی باز کردن پروژه توی نسخه جدید ایکس کد و گرفتن خروجی مجدده. اما در حالتایی که ممکنه این کار طول بکشه، نهایت با 1 تا 2 هفته کار میتونن اپلیکیشن خودشون رو برای پردازشگر اپل سیلیکون آماده کنن. اپل گفته تمام اپلیکیشن های پیشفرض خودش و همینطور اپ های حرفه‌ای خودش مثل فاینال کات و لاجیک پرو رو برای اپل سیلیکون آماده کرده. روز اولی که ما شاهد مک های مبتنی بر اپل سیلیکون باشیم، این اپلیکیشن ها هم عرضه میشن. اپل همینطور گفتش که با مایکروسافت و ادوبی هم همکاری کرده تا مایکروسافت آفیس و کریتیو کلاود ادوبی که شامل فتوشاپ، لایت روم و اپلیکیشن های دیگه ادوبی میشه، بتونن روی مک های اپل سیلیکون اجرا بشن. همینطور از اونجایی که اپل هیچ سخت افزار عمومی با اپل سیلیکون عرضه نکرده، یه چیزی به اسم دیولپر ترانزیشن کیت که با اسم کوتاه شده DTK شناخته میشه برای توسعه دهندگان عرضه کرده. این DTK در بدنه یک مک مینی جمع شده و دارای پردازشگر A12Z اپل هست. A12Z در واقع همون پردازشگریه که ما توی آیپد پرو 2020 دیدیم و پایه اون برمیگرده به پردازشگر A12X که تو سال 2018 دیدیم. خود اپل گفته که ببینید وقتی تیم ما تلاشی نکرده پردازشگر مک بسازه چه خروجی تونسته بگیره. کل دموهای نسخه جدید مک روی همین DTK انجام شد و هیچ لگی رو ما شاهد نبودیم. پس پردازشگری که تو سال 2018 برای آیپد تولید شده میتونه همچین عملکردی رو روی مک داشته باشه. پس وایسیم ببینیم که اپل چه برنامه برای پردازشگری که برای مک تولید میشن داره. اپل توی سال 2005 هم دقیقاً همین کارو کرده بود. یه DTK اون سال هم عرضه کرد که اون موقع توی بدنه پاور مک یا در واقع مک پرو بود که یه پردازشگر پنتیوم 4 اینتل داشت. اونو یه سال زودتر به برنامه‌نویسا داد که بتونن برنامه‌هاشون رو برای مک‌های اینتلی آماده کنن تا روزی که مک‌های عمومی عرضه میشن، مک‌های اینتلی عرضه میشن، بتونن اپلیکیشن بدون مشکلی رو در اختیار کاربرانشون قرار بدن. این DTK که امسال عرضه شده $500 قیمت داره و بعد یک سال بعد به اپل بازگردونده بشه. و اگه این کارو نکنن قطعا با یه مشکلی به اپل می‌خورن و اصلا اپل گفته من اینو به عنوان محصول نمی‌شناسم، ازش بنچمارک منتشر نکنید. و این صرفا یه چیز کوچیکه که در اختیارتون قرار گرفته تا بتونین اپلیکیشن هاتون رو برای مک های جدید آماده کنید. البته توی سال 2005 هم برنامه‌نویسا موظف بودن که DTK خودشون رو به اپل پس بفرستن و اپل به عنوان هدیه به همشون اولین نسل آی مک های مبتنی
بر اینتل رو هدیه داد. بعد ببینیم که آیا امسال هم کسایی که دیدیکی گرفتن همچین کادوی رو از طرف اپل میگیرن یا نه. خیلی هم میپرسن که با اومدن مک های اپل سیلیکون تکلیف هکینتاش چی میشه. هکینتاش به عملی میگن که شما مک رو روی سیستم غیر مک نصب کنید. در واقع یه کامپیوتر خونگی دارید و مک رو با دستکاری میتونید روی اون سیستم نصب کنید. به این کار میگن نصب کردن هکینتاش. و خب این نصب کردن نیاز داره به مکی که برای سی پی یو اینتل ساخته شده. الان جای نگرانی نیست و اپل هم گفته که پشتیبانی از مک های اینتلی رو قطع نمیکنه. تا وقتی که اپل این پشتیبانی رو قطع نکنه ما مک های مبتنی بر سی پی یو اینتل رو خواهیم گرفت و نسخه جدید برای این دستگاه ها هم میاد. و اگه اون نسخه ها بیاد شما میتونید اونها رو به عنوان هکینتاش هم نصب کنید. اما بالاخره یه روزی میرسه که دیگه اپل پشتیبانی از مک های اینتلی رو میذاره کنار و فقط به مک های اپل سیلیکون میپردازه. که اون موقع باید ببینیم که جامعه هکینتاش چه برنامه‌ریزی میکنه. اما فعلا نباید نگران باشید و همونطوری که دیدید مثلا مک‌اس بیگسر اولین نسخه مک هست که هم روی مک‌های اپل سیلیکون و هم روی مک‌های اینتل اجرا میشه. و اپل قصد داره که چند سال این رویه رو ادامه بده تا زمانی که کلاً سی پی آی اینتل رو بذاره کنار. اما سوال بعدی که خیلی‌ها میپرسن اینه که تکلیف بوت کمپ چی میشه. بوت کمپ در واقع سیستمیه که اپل وقتی تونست به سی پی آی اینتل مهاجرت کنه در اختیار کاربرای مک قرار داد تا به اونها اجازه بده بتونن ویندوز رو در کنار سیستم عامل مکینتاش بوت کنن و بتونن از اون استفاده کنن. اما با مهاجرت به اپل سیلیکون این امکان از اونها گرفته میشه. چرا؟ یکی این که مایکروسافت ویندوز مبتنی بر آرم رو به صورت اختصاصی در اختیار چند تا شرکت قرار میده. یعنی شما به عنوان یک کاربر نمیتونید برید از مایکروسافت ویندوز مبتنی بر آرم رو خریداری کنید و بتونید اون رو روی سیستم خودتون نصب کنید. شاید یه روزی اپل و مایکروسافت یه قراردادی با هم ببندن که این اختیار رو مایکروسافت به کاربرای مک های اپل سیلیکون بده تا بتونن ویندوز مبتنی بر آرم رو بخرن. ولی در اون صورت هم یک نمیتونن اون رو به صورت واقعی بوت کنن، فقط از طریق ماشین‌های مجازی میتونن اون رو اجرا کنن. دو اینکه ویندوز مبتنی بر آرم محدودیت‌های زیادی داره و نمیتونه تمام اپلیکیشن‌ها رو اجرا کنه. در واقع مایکروسافت مثل اپل پلتفرمی مثل روزتا رو نداره که اپلیکیشن‌های مبتنی بر معماری اینتل رو برای آرم ترجمه کنه. پس در حال حاضر راهی برای اجرای ویندوز روی مک‌های اپل سیلیکون نداریم. شاید در آینده، میگم فقط شاید، ممکنه که نرم افزارهای ماشین مجازی نیتیوی برای اپل سیلیکون بیاد که این اجازه رو بده سیستم عامل های x86 x64 رو شما بتونید به عنوان ماشین مجازی اجرا کنید. اما خب اینا هیچ کدوم قطعی نیست و بعد وایسیم ببینیم که تکلیف چی میشه. ولی امروز شما نمیتونید ویندوز رو روی مک های مبتنی بر اپل سیلیکون داشته باشید. یه ویژگی جدیدی که مک های اپل سیلیکون دارن اینه که میتونن اپلیکیشن های iOS و iPadOS رو به صورت نیتیو اجرا کنن بدون اینکه برنامه‌نویسشون کاری کرده باشه. دلیلش هم اینه که معماری پردازشگراشون یه معماری مشابه شده و این امکان رو در اختیار کاربرا قرار میده که بتونن برای اولین بار اپلیکیشن های iOS و iPadOS رو بدون هیچ تغییری، بدون هیچ دستکاری دانلود کنن و استفاده کنن. بس یه ذره دیگه بخوایم فنی کنیم اینه که روی مک های اپل سیلیکون ما چه آپشن هایی برای بوت کردن داریم. شما میتونید چند تا نسخه از مک OS رو به صورت جدا از هم روی سیستمتون نصب کنید و داشته باشید. بوت کردن از دیسک های جانبی هنوز پشتیبانی میشه و فقط محدود به دیسک داخلی دستگاهتون نشدید. دو تا آپشن امنیتی دارید توی مک های اپل سیلیکون. اولیشون فول سکیوریتیه که یه امنیت مشابه آیفون رو بهتون میده حین بوت کردن و به صورت پیش‌فرض هم روی اون حالته. توی این حالت شما میتونید از دیسک های جانبی بوت رو انجام بدید. حالت دیگه حالت ریدیوس سکیوریتی هست که توی این حالت شما این امکان رو دارید که هر نسخه قدیمی از مک رو هم روی مکتون نصب کنید. البته توجه داشته باشید فقط نسخه هایی که برای اپل سیلیکون تولید شدن. یعنی اگر 5 سال دیگه مثلا خواستید نسخه بیکسر که امسال عرضه شده رو نصب کنید، اگه بذارید روی حالت ریدیوس سکیوریتی میتونید این کارو انجام بدید. وقتی که مک روی حالت فول سکیوریتی باشه، تنها این اجازه رو به شما میده که آخرین نسخه مک رو روی دستگاهتون بتونید نصب کنید. یه قابلیت دیگه هم که مک ها داشتن حالت تارگت دیسک مود بود. این حالت این امکان رو به کاربرای مک میداد که دوتا مک رو در کنار هم قرار بدن، اونها رو با یک کابل تاندربولت به هم وصل کنن و یکی از مک ها هارد درایوش رو به صورت هارد اکسترنال روی اون یکی مک ماونت میکرد و شما میتونستید فایل های داخل اون رو روی اون دو مک دوم ببینید. این وقتایی به درد میخورد که مثلا مکتون دچار مشکلی شده بود یا یه مک جدید خریده بودید، صرفا میخواستید اطلاعاتتون رو از مک قبلیتون به مک جدیدتون ببرید. این قابلیت توی مک های اپل سیلیکون حذف شده، ولی اپل قابلیت جدیدی به اسم مک شیرینگ مود رو جایگزین اون کرده. تو این حالت شما دیگه نیازی به کابل ندارید و اون مکی که میخواید فایلش به اشتراک گذاشته بشه به عنوان یه درایو اس ام بی روی مک های دیگه میتونه ماونت بشه و شما فایل ها رو از طریق شبکه میتونید ببینید و کپی کنید و استفاده کنید ازشون. این بود تمام توضیحاتی که امروز میشه راجع به مک های مبتنی بر اپل سیلیکون داد. قطعا اپل تا پایان سال اطلاعات بیشتری از این مک ها میده و من هم اونها رو باهاتون به اشتراک میذارم. یه سوالی که خیلی میپرسن اینه که آیا امروز ما مک مبتنی بر سی پی یو اینتل بخریم یا نه. این دیگه بستگی به خودتون داره. این رو بدونید که اپل نهایت تا 4-5 سال آینده پشتیبانی از این مک ها رو قطع میکنه. نسخه جدید مک دیگه براشون نمیاد از چند سال دیگه
و در واقع اپل تمام آینده خودش رو روی مک‌های مبتنی بر اپل سیلیکون بسته. هرچند که اپل گفته منتظر مک‌های جدید اینتلی هم باشید، ولی اونها قطعا آخرین نسخه های مک‌های اینتلی خواهن بود و از سال آینده تمام مک‌های جدید با اپل سیلیکون به بازار عرضه میشن. پس این یه سبک سنگینه که خودتون باید بکنید، اینکه دستگاهتون رو چند وقت می‌خواید نگه دارید و آیا می‌خواید وایسید ببینید که اپل چه برنامه‌ای برای عملکرد دستگاه اپل سیلیکونی خودش داره. ممنون از اینکه این ویدیو رو مشاهده کردید. اگه از ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید، کانال من رو توی یوتیوب سابسکرایب کنید و این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید.